آقای کهرمانی پور، ما 4 هفته پیش یک گفتگویی با هم داشتیم در مورد در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالانه کنگره ایرانیان کانادا. شما تو اون گفتگو مقداری انتقادهای خودتون رو نسبت به عملکرد کنگره در سال گذشته گفتید و نظرتون رو به طور کلی راجع به این سازمان گفتید و مشخص‌ترینش این بود که این سازمان دیگه از دید شما هیچ کارایی نداره و شما به آیندهش بسیار ناامید هستید و فکر نمی‌کنید که اصلا بتونه اون نهادی باشه که جامعه ایرانیان کانادا بهش احتیاج داشته و از حدود 15-16 سال پیش تلاش شده که این نهاد ایجاد بشه و تقویت بشه. این انتقادهای شما رو یکی از اعضای کنگره ایرانیان، هیئت مدیره کنگره که الان عضو در واقع مستعفی و عضو سابق هست، ایشون در یک مصاحبه‌ای به انتقادهای شما پاسخ گفتن. رئیس هیئت مدیره در یک گفتگویی که به هر حال تشخیص داده بودن و صلاح دونستن که به اون شکل با دوستان خودشون صحبت بکنن، به برخی از انتقادهای عمومی که شده بود پاسخ دادن، اما این گفتگو رو شما خواستید که با دوباره انجام بدیم برای اینکه یه سری حرفای دیگه ای دارید در جواب اون انتقادها که به شما شده بود و گفته بودن. دو تا محور گفتگو من فکر کردم که بذاریم برای امروز، یکی همون مسئله پاسخهای شماست و یکی دیگه حاصل برگزاری مجمع عمومی بود. در مورد انتقادهایی که به صحبتهای شما در گفتگوی قبلی شد شما چی دارید بگید؟ بله، خیلی ممنونم آقای تاج دولت از که این فرصت رو دوباره به من دادید که این گفتگو رو ادامه بدیم و به خصوص بعد از اینکه من گفتگوهای آقای مسلم نوری رئیس هیئت مدیره و آقای کیان رضوی که عضو مستعفی هیئت مدیره هستند رو گوش کردم به دقت و دوست دارم که این فرصت باشه که یه مقدار راجبون صحبت کنیم. شما وقتی یه جا اشاره کرد منتقل هیئت مدیره، اونجا هم توی گفتگو، حالا فقط گفتگوی من اشاره نشد، به چند گفتگوی که شما زحمتش رو کشیده بودید اشاره شد و گفتن منتقدان هیئت مدیره. من حداقل خودم رو منتقد هیئت مدیره نمیدونم، من خودم رو منتقد در واقع یک موقعیت اجتماعمون میدونم، کامیونیتیمون میدونم، یعنی واقعا نگاهم فراتر از اینه. هیچ گونه واقعا حس شخصی نسبت به این دو فرد به طور مشخص ندارم، یعنی واقعا حتی یه جورایی شاید باور نکنم برام سخته، چون نمیخوام دل آزرده کنم این حرف. من احساس کنم افراد خیلی صادقی هستن، گفتگو رو واقعا به نظر من با نیت خوب اومدن و تو نظر خودشون میخوان کار مثبت انجام بدن. من یه همچین برداشتی کردم، حالا مطمئنم افرادی هستن که مخالف هستن، ولی از بار مسئولیتشون چیزی کم نمی‌کنه، یعنی و در واقع اون وظیفه اجتماعی ماست که بتونیم در نظراتمون رو در مورد حالا نهادهای کامیونیتیمون بدیم. ولی من تو نگاه کلی‌تر به جامعهمون، یعنی به عنوان یک نهاد کامیونیتی کنگره ایرانی کانادا، در واقع یک تزی رو مطرح کردم که این پروژه شکست خورده است و به نظر من این گفتگویی که من شنیدم و به طور مشخص الان فعلا اول میخوام راجع به گفتگوی آقای مسلم دوری صحبت کنم، هیچ تغییری تو این نظر من نداد، به خاطر اینکه من همونجا هم اشاره کردم مشخصا که این گروه، یعنی هر گروهی، هر هیئت مدیره ای ممکنه بیاد یک کار خوبی انجام بده، چون ایشون در واقع کاری که کردن یک لیستی دادن از کارهایی که انجام داد و به دید خودش کارهای مثبت بوده. این اتفاق ممکنه بیفته، ولی این اون نهاد رو، اون نهادی که قرار بوده باشه نمی‌کنه. یعنی صحبت از اینجاست که این نهاد کنگره ایرانی کانادا که قرار بوده یک نهاد فراگیر باشه و چتری باشه بر فراز نهادهای دیگه کامیونیتی و کل کامیونیتی و به نوعی صدای کامیونیتی بشه در جامعه بزرگتر، این قابلیت رو این نهاد نداره و این کارهایی هم که میگن انجام دادن و دارن انجام میدن، به نظر من اولا که در برخی از موارد ممکن اصلا توانش رو نداشته به خاطر اینکه در واقع اون قابلیت رو از دست داده که اون رو به نتیجه برسونه، و در برخی موارد هم میتونه برسونه که خیلی هم خوبه،
خیلی خوبه افرادی دور هم جمع بشن و یه کار مثبتی رو انجام بدن. نیازی به نهاد کنگره ایران کانادا نیست، هر کسی دیگه میتونه این کارو بکنه و این افراد هم میرن، افراد دیگه احتمالاً در آینده میان و کار اینجوری انجام میدن. یه جا خدای نکرد زلزله بشه یه کمکی جمع کنن از اینجور کارا. یا مثلا دو نمونه من اشاره میکنم که به نظرم دو نمونه شاخصترش بود از مسئله که مطرح کردن. یکی گفتن مثلا قضیه کودکان بی سرپرست و در واقع اووردن کودکان برای حالا اداپشن توی به فرزندی پذیرفتن تو کانادا مشکلاتی هست از ایران و اینو دارن تلاش کنن حل کنن. خیلی عالیه اگه بتونن این کار رو انجام بدن، هیچ بحثی هم توش نیست. ولی این میگم این کارها اون نهاد رو به اون نهادی که قرار بود باشه تبدیل نمیکنه. یه مورد دیگه مطرح کردن راجع به اون دفتر در واقع ویزای توی ایران که بتونه کارهای بایومتریک و کارهایی که مثل انگشت نگاری، کارهایی که باید انجام بدن ایرانی‌هایی که میخوان بیان کانادا رو، بجای که برن تو کشورهای همسایه تو خود همون ایران صورت بپذیره، که اینم کار خیلی خوبیه. این قضیه حالا مشکلاتی که ایرانی‌ها دارن یک سابقه ای داره، مقطعی دوستانشون اصرار داشتن که سفارت نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر باید به طور کامل باز بشه و اونجا خب ما هی بحث میکردیم که بابا این اصلا نشدنیه، نه اصلا چیزی که جامعه میخواد، جامعه فقط مسئله که کنسولی داره. اون موقع رسیدیم به خدمات کنسولی و اونم چیز نکردن، باز نهایتا حال رسیدن به اینجا که این دفتره. به نظر من اگه بخوان این کار رو انجام بدن متوجه خواهند شد که جمهوری اسلامی جلو این کار وای میسه، چون جمهوری اسلامی میخواد این موقعیت رو که در واقع یک فشاری باشه از طرف کامیونیتی که سفارت باز بشه. ولی امیدوارم بتونن این کار رو انجام بدن. ولی نهایتا هیچ کدوم از این کارهایی که لیست شده این رو به اون نهاد تبدیل نمیکنه. شما لیست کارهایی رو که کنگره انجام داده و ظاهرا بدون اینکه اعلام کرده باشن قرار هستش که در همون مسیر هم ادامه پیدا بکنه رو شما شنیدید و الان دارید میگید که هیچ کدوم از این کارها در چارچوب وظایفی که کنگره باید انجام میداده نبوده و نیست. اون وظایف مهمی که به نظر شما باید کنگره انجام میداده رو در شرایط کنونی ازش اسم ببرید و بگید که چه کارهایی بوده که اینها کنار گذاشتن و پرداختن به کارهایی که اگرچه میتونه مثبت باشه اگر به مرحله اجرا برسه، ولی اون کارهایی نیستش که شما انتظار داشتید. بله ببینید آقای تاج، در واقع به نظر من اون کاری که باید انجام میشده و 15 سال در واقع هیچ کسی نتونسته اینو به نتیجه برسونه به خاطر همون فضای پارتیزانی که وجود داره، اینه که این نهاد در وهله اول یک نهادی بشه که توی کامیونیتی وصل باشه به کامیونیتی، یعنی یک نهادی باشه که همه افراد فارغ از اینکه چه اعتقاداتی دارن احساس کنن که این نهاد صدای اوناست و تا وقتی اون انجام نشه، یعنی با همستان سازی صورت نگیره، قدرت این نهاد از توی کامیونیتی نیاد، هیچ کاری رو نمیتونه پیش ببره تو اون وظایف اصلیش که کار ادوکسی با دولت و گرفتن در واقع امتیازاتی برای جامعه. مثلا یه نمونه دیگه خودشون عنوان کردن به عنوان لیست کارهایی که انجام دادن که یه مقدار حقیقتش سخت بود، یکم عجیب بود. من احساس میکنم یه مقدار اگه آدم صادقانه متواضعانه نگاه کنه اصلا شاید نگه بهتر باشه این یک مورد رو. گفتن در مورد مسئله هواپیمای اوکراینی ما کار انجام داریم. این کاری که انجام شده چیه؟ دو تا بیانیه داده شد. یه بیانیه سال اول داده شد که اصلا موجب خشم خانواده‌ها شد و بخش بزرگی از کامیونیتی. یه بیانیه امسال دادن که این بیانیه از بیانیه اول بهتر بود، چون برای اولین بار سپاه پاسداران اسپورده شد، یعنی چیزی که خود سپاه اعلام کرده بود که موشک ما بوده تو بیانیه اول نبود، تو بیانیه دوم بود. و یه چیز کلی که ما دنبال عدالت هستیم و دنبال در واقع جاستیس و همون حالا چیزایی ارزش‌های کلی که مطرح شد. ولی آیا این نهاد از بیانیه خیلی صریح خانواده ها در همین دومین سالگرد که آقای اسماعیلون خوندن و خیلی صریح و روشن به دولت گفتن ما چی میخوایم، آیا این نهاد کاری انجام داده برای اینکه پیگیر این مسئله بشه، یعنی پیگیر این خواسته های خانواده ها بشه؟ اون میشد یک کاری که کار این نهاده منتها نمیتونه. آقای تاجدین من حرفم اینه که
حتی اگه بخوادن نمیتونن، اصلا دولت به حرفشون گوش نخواهد داد. یعنی خود انجمن خانواده ها اصلا اون ارتباط رو باشون نداره که بتونن این کار رو بکنن. چرا؟ به خاطر که این نهاد در 15 سال تبدیل شده به مرکز جنگ بر سر مسائل مناقشه انگیز سیاسی ایران، میدونید؟ و برای همینه که من کلیتی که میخوام در واقع در پاسخ به صحبت‌های آقای نوری بگم، رئیس هیئت مدیره فعلی بگم، اینه که این بحث اصلا هیچ کدوم از حداقل من انتقادایی که مطرح کردم دو جنس بود. یکی کلی بود راجع به این چیز بود، راجع به این تز بود که یک کنگره ایرانی کانادا یک پروژه شکست خورده است، و دومی چیزی که گفتم آره شاید اون برمیگشت به این هیئت مدیره که میرسه به صحبت آقای رضوی میاده، و اونم این بود که به نظر من این تغییرات اساسنامه میخ آخر بود بر تابوت کنگره ایرانی کانادا. اگر دوستش باشین راجب اون میتونیم صحبت کنیم. حالا بیایم راجب این تغییر اساسنامه صحبت بکنیم، برای اینکه صحبت در مورد ایراداتی که اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا در طول این سالها در عمل نشون داده که این ایرادها به وجود اومده و باید اصلاح بشه خیلی صحبت شده، خیلی تلاش شده، در دوره‌های مختلفی تعداد افرادی اومدن نشستن و ساعت‌ها وقت گذاشتن برای اینکه بخوان این اساسنامه رو به طرف اصلاح شدن بهتری ببرن که بتونه کارآمدتر بخواد باشه. طبیعی هم هست، خیلی بعضی ها هم ایراد می‌گیرن که اونایی که روز اول این اساسنامه رو درست کردن باید این فکر رو میکردن. خب این خیلی بیمسئولیتی هست. آدم ها وقتی که جمع میشن یه جایی در اون شرایط زمانی و مکانی بهترین تلاش هاشون رو میکنن و یک حاصلی داره، به خصوص در مورد سازمان های اینگونه مثل کنگره ایرانیان کانادا در طول زمان هست که به تدریج با مسائل مختلفی برخورد میکنن، بعد اونجا متوجه میشن که این بندهایی از اساسنامه نمیتونه پاسخگوی اون مشکلی که به وجود اومده باشه و اونجا هست، مثل قانون اساسی خیلی از کشورها که در دوره‌های مختلفی اصلاح میشه، به دلیلی که دیگه این معنیش نیستش که روز اول به فکر آدم‌ها نرسیده، بله نرسیده شاید چون شرایط، ولی در عمل هست. که خب این هیئت مدیره کنونی هم یکی از وعده‌هاش این بود که اصلاح بکنه اساسنامه و ایرادهای اساسنامه را از ببره، اما ما فقط دیدیم که فقط یک بند اساسی اساسنامه به رأی گذاشته شد و درش تغییر ایجاد شد. این روندش رو که حتی دوستان اومدن توضیح دادن رو شما چقدر براتون قانع کننده بود؟ بله، من حقیقتش باز تکرار میکنم، من نسبت به خود آقای رضوی واقعا به طور شخصی احساس کنم فرد صادقی هستن، حتی با گوش کردن گفتگوشون، و احساس کنم واقعا با نیت خوب کار انجام، ولی متاسفانه چیزی که یعنی من حیرت کردم حقیقتش، یعنی اون گفتگو دیگه به نظر من عجیب بود اصلا، و به خاطر اینکه حقیقتش ناآگاهی نسبت به خود این نهاد، میدونید؟ یعنی بالاخره آدم شاید باید با احساس مسئولیت بره یکم کند و کاف کنه. یه سری گزاره هایی که مطرح میشد اصلا برای من عجیب بود. اولا خب یه انتقادی که شده بود از این روند تغییرات اساسنامه بود، و در واقع حرفایی که زده شد این بود که پذیرفتن، گفتن اصلا یکی از دلایلی که من میخوام برم رفتم کنار این بود که احساس کنم نمیتونم اونجوری که باید و شاید گزارش بدم، اطلاع رسانی بکنم راجع به یک کار به این مهمی. خب یکی از انتقادها همین بود، یعنی انتقاد این هستش که شما تجربه پیشین تغییرات اساسنامه رو نگاه کنید، گزارش مداوم داده میشد از هر جلسه ای، و بعدش هم من یه بار توضیحم دیگه دوستان برن گفتگو قبلی رو ببینن که چطوری هر موردی رو ما به نظرسنجی گذاشتیم 80% بالا، همه اینا تو 2015 این سابقه بوده، افرادی که تو اون کمیته اساسنامه بودن هم تو این روند شرکت داشتن، ولی اینا چطور نگفتن که خب آخر نمیشه که ما یه دفعه بیام یه جور دیگه برخورد کنیم. از اون جالب‌تر گفتن که اسامی کسایی که تو این پروسه بودن چی بوده، که گفتم البته تغییرات ساختاری بوده، کد بزرگتر بوده، گفتم بوده 30 نفره، ولی اجازه نمیدن من بعد ازشون برم اجازه بگیرم. خب ببینید اشکال همین چاست، اجازه نمیخواد. این یک نهاد عمومی عضو بنیاد، اعضاش مالک این نهاد هستن،
افرادی که رفتن اونجا باید همون روز اول، نه الان، همون روز اول باید اسامیشون عمومی میشه. اگه کسی دوست داره اسمش عمومی بشه نره توی همچی فرآیندی شرکت کنه. ببینید آقای تاجدادی، من نمیخوام بگم، احتمال داره ایشون سابقه زیاد داشته باشند، کاره به اصطلاح اجتماعی کرده باشه، کاره فرهنگی کرده باشن. شما توی نهادهای ممکنه کاری رو انجام بده که هیچ حساسیتی روش نیست. یعنی شما در واقع سری کارهای به نظر من پایه‌ای روش‌های دموکراتیک رو کنار بهش دقت نکنید، ولی خب کاری که دارید انجام میدید هیچ حساسیتی روش انجام میشه، همه میگن خیلی عالی بود و مشکلی پیش نمیاد. ولی تو یک نهادی مثل کنگره ایرانی کانادا که انقدر روش حساسیت هست، انقدر مسئله است تو جامعه راجبش، نمیشه بی اعتنا باشید به یه سری مسائل دموکراتیک مثل این که اعضای یک کمیته اساس رو باید شلاخته شده باشد، باید دائما گزارش بدن، باید بحث و گفتگو بشه. من که همون موقع پیش بینی کردم، همه کردن که این میره توی از توی جلسه مجمع عمومی و یک درصد خیلی بالایی هم بهش رأی میدن، 80-90% که مثل 90% هیچ غیر قابل پیش بینی هم نبود. مسلما کسانی که موندن، کسانی که طرفدار، و این تغییر صورت میگیره. بله، من میخوام این تغییر اساسنامه، همین بندی که به رأی گذاشته شد و تصویب شد و تغییر پیدا کرد رو راجع به اینم صحبت بکنیم دقیقاً، که انتقاد شما یعنی این بندی که الان تصویب شده چه تغییری رو ایجاد میکنه به نظر شما، چه فرصتی رو، زمینه‌ای رو فراهم میکنه برای اینکه کنگره رو از اون هدفی که شما مورد نظرتونه خارج بکنه؟ بله، ببینید آقای تجربتی، این نکته‌ای که در واقع چی میگن هسته اختلافات توی کنگره یا این کانادا که نز اجازه نداده کنگره به اون نهادی که ایدئال بنیانگذارا بوده تبدیل بشه، روی مناقشات پارتیزانه. یعنی گروه های مختلف از هر دو طرف، خود شما هم راجع به این مسئله خیلی نوشتید، امیدوارم دوستان برن بخونن این آرشیو مقالاتی که راجع به کنگره بوده از سال 2007 تا الان رو. به هر حال دو گروه، یک گروه میخواسته بیاد از این نهاد استفاده کنه برای مثلا مبارزه با جمهوری اسلامی، یک گروه دیگه هم برای یک حالا لابیگری توی یک جهت خاصی که بعضی ممکنه تعبیر کنن به نفع جمهوری اسلامی یا اینکه همسو با جمهوری اسلامی یا هر چیزی، اصلا لابیگری راجع به یک موضوع سیاسی نه، فکر کن اصلا موضوعش رو بذارید کنار، یعنی اصلا ارزش گذاری رو اینکه چه کاری هست نیست. این اومده الان نهادینه شده توی این بند، یعنی اومده گفته شده که این نهاد برای این کار که حالا مثلا برقراری صلح و دیپلماسی اونه که چیزای خیلی برزار خیلی خوبه، کسی با صلح مشکلی نداره، میخواد این کار رو انجام بده. خب این دقیقاً کشیدن کنگره به صور رسمی به یک طرف این چی میگن منازعه است. میدونید و نکته اصلیش، یه نکته که یادم رفت بگم خیلی برای من عجیب بود، آقای رضوی گفتن که از این بند غفلت شده. یعنی بابا خب برید صحبت کنید با دوستانی که بودن، نمیشه آدم یه دفعه در از یک سال بیاد وارد یک نهادی بشه و به این راحتی روش قضاوت کنه. تو 2015 غفلت نشده بود، یکی از اصلی ترین مواردی بود که میخواست بررسی بشه در سال 2015-2016 که من خودم توی هیئت مدیره بودم. هویت کنگره، یعنی در واقع هدف چی بود؟ هدف افرادی مثل من این بود که ما تلاش کنیم این نهاد از این منازعه خودش رو جدا کنه، یعنی در واقع یک مواردی رو تو این بند بیاریم که نتونه این نهاد کار پارتیزان انجام بده، در واقع غیر پارتیزان رو خیلی روشنتر توش بیان کنیم. چه اتفاقی افتاد؟ از دو گروه که توی هیئت مدیره بودن، هر دو طرف به این که کمیته اساسنامه وارد این موضوع بشه رأی منفی دادن، یعنی 4 نفر یا 3 نفر رأی مثبت دادن. اون سال آمارش هم هست، همهش گزارش شده به طور مشخص، همه بحثا گزارش شده توی ریپورت که مخالفا چی میگفتن، موافقا چی میگفتن. رأی موافق دادن، بقیه رأی مخالف دادن و اجازه ندادن کمیته اساسنامه وارد این موضوع بشه. غفلت نشده، ولی شما توی یک مقطعی به خاطر اینکه همه اکثر دستتون بوده خیلی راحت وارد این موضوع شدید و یک کار خیلی ساده انجام دادید، خیلی راحت اومدید اونجوری که یک گروه خاصی
عمل کرده پیش از این و میخواید حالا شاید عمل کنید در آینده، در اون جهت بند رو، بند اساسنامه رو تغییر دادید و احساس میکنید که یک اتفاقی که خیلی ازش غفلت شده رو حالا تونستید انجام، نه غفلت نشده، جلوی این کار گرفته شده به خاطر اینکه یک گروه میخواسته در یک جهت مشخص از نهاد استفاده کنه و شما اونو نهادینه کردید و این کار به نظرم توی تاریخ کامیونیتی قاعدتاً ثبت شده. برگردیم به اون بخش دوم گفتگویی که قرار کنیم راجع به مجمع عمومی که برگزار شد. خب یک جلسه دو ساعته‌ای برگزار شد، از تعداد کسانی که عضو کنگره باقی ماندند از حدود 3500 نفر کمتر از 500 نفر همچنان عضو هیئت کنگره هستند. در مجمع عمومی تا اونجایی که ویدیو نشون میداد اینا یک رقمی حدود 40 نفر بیشتر شرکت نداشتند. مجمع عمومی سال قبل با رقم حدود 800 نفر برگزار شد و مواردی که به رأی گذاشته شد جدا از گزارش‌های مالی و گزارش رئیس هیئت مدیره که داده شد به رأی گذاشته شد، یکی انتخاب دو تا نماینده جدید بود برای عضو هیئت مدیره جدید بود و بعد این بند اساسنامه. این بند اساسنامه با این تعداد رأی حدود 170 خورده اگر اشتباه نکنم، واقعا وقتی که جدا از همه اینا بیاین عقب‌تر نگاه بکنید، یک جامعه حدود 300 هزار نفر شما فرض بکنید، بعد کامیونیتی میخواد بیاد یک نهادی که الان همه گیرم هست، یعنی نهاد کنگره ایرانیان کانادا، حوزه فعالیتش حوزه فدرالی هست. بعد مهمترین بند اساسنامه شو با 170 خورده رأی تصویب میکنه. واقعا چقدر میشه جدی نگاه کرد به این قضیه؟ ما کجا وایسادیم؟ این کابینت ایرانی کجا وایساده؟ این تعداد رأی، حالا شما میتونید درصد بذارید روش و خیلی دهم پرکن باشه، بگین 95%، بگین 99%، بگین هر درصدی که درصدها رقم، اما رقم واقعی که پشت این درصدها هست بسیار غم انگیزه، بسیار غم انگیزه. یعنی شما کجا میخواین، چقدر میتونید جدی باشید در یک کامیونیتی بخواد یک نهادی رو اداره بکنید، یک فعالیتی رو بر اساس مهمترین بند اساسنامه‌اش انجام بدید در حالی که حمایت فقط 170 نفر رو داره؟ این به نظرتون چجوری شما دیدید مجمع رو و این تعداد بسیار بسیار غم انگیز شرکت کنندگان و آرایی که داده شد؟ چقدر واقعا یه نهاد اینجوری میتونه اعتبار پیدا بکنه، چه در درون کامیونیتی خودش، چه برای کارهایی که بیرون از کامیونیتی میخواد در ارتباط داشته باشه؟ بله، مرسی آقای تاجراتی که این سوال مطرح کرد، چون بحث اعداد خیلی شده تو این مدت. من دیدم دوستان علاقه دارن، من دوست دارم نگاه خودم رو به این، در واقع تعبیر من از این عددها رو مطرح کنم. من البته یکی از اعضایی بودم که در جلسه هیئت مجمع عمومی شرکت نکردم و تو رای گیریم شرکت نکردم. این ممکنه برای برخی از افراد، حتی شنیدم از کسانی که خوشحال شدن که ابراز خوشحالی کردن. اگر واقعا فکر میکنید که یک نهاد کامیونیتی باید از این خوشحال باشه که یکی از اعضایی که برای فعال بوده سالها تلاش کرده برای این نهاد و یه موقع توی هیئت مدیره بوده، رئیس هیئت مدیره بوده، رفتنش مایه خوشحالی میشه، خوشحال باشید. آیا شما یک نفر از بنیانگذار را دیدی توی مجمع عمومی شرکت کنه؟ اصلا جایی راجع به این نهاد دیگه صحبتی بکنه؟ آیا باید خوشحال باشه کامیونیتی از اینکه بنیانگذارهای این نهاد، یکی از بنیانگذاران رو یه یادی هم بکنه؟ از آقای منور میساقی متاسفانه از میان ما رفتن همین توی یکی دو سال اخیر که خیلی باعث ناراحتی شد. ایشون خیلی تلاش کردن که این نهاد رو توی جایگاه درستش برگردونن. میشه ابراز خوشحالی کرد، ولی نهادهای کامیونیتی در واقع از اعضای کامیونیتی قدرت میگیرن. اگر افراد نباشن چه اعتباری داره؟ اگر آدم ها نباشن که کمک کنن، نه ما 5 نفر، نه ما 10 نفر، شما یه عددی که دوستان اشاره میکنم میگن 3000 نفر رسید به 450 نفر، البته اتفاق بدیه، و
ولی واقعیت قضیه که این نهاد در واقع تعداد اعضاش بستگی به رقابت‌های انتخاباتی داره، یعنی حقیقتش رو بخواید بدونید، به نظر من این 450 نفر اتفاقا بیشتر از اون انتظاره، و علت که همین 450 نفر هستن که یک رقابتی بوده امسال بین همین سه نفری که کاندید بودن و این باعث شده باز همین تعدادن بیان. عددهایی که به نظر من بیشتر باید بشه نگاه که همون یه عددی که شما اشاره کردید، یک نهادی به اسم کنگره ایرانیان کانادا تو مجمع عمومیش فقط 40 نفر آدم که 8 9 نفرشون از هیئت مدیران شرکت میکنه. کی سابقه داشته؟ همون سالی که شما بودید که حالا یه مقدار اگه تو به محاق رفت و باز به نوعی یعنی آروم بود، من توی اولی جلسه که اومده حداقل 70 80 نفر اونجا بودن، اتاق پر بود، اتاق حضوری، یعنی دیگه ورچوال که خیلی ساده شرکت کردن، حضوری افراد اومدن اونجا نشسته بودن، پر بود، صحبت می‌کردن. من به یاد ندارم جلسه 40 نفر، حتی من 2016 2017 نبودم توی مجمع عمومی، برای خب 2015 که بودیم پارسال همونطور که گفتید از 3000 نفر 800 نفر اومدن، یعنی شما حداقل همون هم بخواید بگیرید بالای 20% بوده، 30% از اعضا اومدن تو مجمع عمومی. همینجا از همین 450 نفر فقط 10% هم نیومدن توی مجمع عمومی. شما چطوری میتونید یک نهادی رو بهش اعتبار بدید که 100 نفر 200 نفر آدم فعال دور و برش نیستن؟ شما نگاه میکنید به همون آی سی فورم که من دیگه عضوش نیستم، هر از دوستانی میگن که بیام مثلا پستی از جالب میرم نگاه میکنم، پستایی که میذارن زیر 10 تا لایک میگیره. شما پستی که خود صفحه رسمی آی سی سی میذاره به تعداد انگشتای دست توجه میگیره، یعنی اصلا این نهاد دیگه توجهی بهش نمیشه. متاسفانه به اینجا رسیدیم، من خوشحال نیستم از این، ولی این محصول کار جامعه ماست. من انتقادم به این هیئت بود، من منتقد هیئت بود، من منتقد جامعهمون هستم. کامیونیتی بیاد ببینید که شما یک نهادی رو که بعد از 40 سال حالا مهاجرت جدی، حالا قبلش هم بوده بیتجدی، ولی بخصوص بعد 40 سالی که مهاجرت شده، 300,000 نفر 400,000 نفر ایرانی کانادایی ایرانی تبار اینجا هستن، نتونستید یک نهادی داشته باشید که معادل نهادهای دیگه مثل کنگره اوکراینی های کانادا باشه که حداقل 400 نفر آدم دور و برش کار انجام بدن، نه اینکه فقط حتی عضو باشن. این به اینجا میرسه که بله یک مجمعی برگزار که 40 نفر بیان، هیچکی بهش توجه نمیکنه و ما هم جز بشیم. باید به خودمون نگاه کنیم ببینیم که این کامیونیتی چرا این پختگی رو نداشته که بتونی همچین نهادی رو برای کامیونیتی. خب ببینید، در هر کامیونیتی شما نهادهای مختلفی دارین که اینها در طول عمر فعالیتشون به هر حال موفقیت‌هایی دارن، شکست‌هایی دارن. هر مجمع عمومی هر سازمانی که برگزار میشه، مهمترین نگاهشون اون مجمع عمومی به اینه که کارنامه مدیران اون دوره قبلی، کارنامه‌شون آیا مثبت بوده و یا منفی بوده، و اون تعیین کننده است در واقع برای مشخص کردن راه آینده اون سازمان، حالا چه انتفاعی باشه چه غیر انتفاعی باشه. اون چه که ما داریم میبینیم این پس رفتن و کوچکتر شدن از یک طرفه که نتیجهش همین عدد و رقمهاییست که اعلام میشه، یک طرف دیگه اصرار خیلی زیاد بر این هستش که ما موفقیم، ما تونستیم موفق باشیم، و این تناقض رو واقعا چجور میشه تعبیرش کرد؟ چجور میشه گفتش که کارنامه اینقدر نشاندهنده یه شکست مطلق باشه، ولی این طرف اعضایی که مسئول هستن و پاسخگو باید باشن اصرار دارن که ما آدم های موفقی بودیم، ما کارمون درسته و ما مسیر درستی داریم. این چقدر برای یه جامعه واقعا آسیبی هستش که باید شناسی بشه، باید آسیب شناسی بشه، باید نگاه و برگردیم به طرف جامعه که ما چمون شده. بله، نه البته میدونید آقای تاجه، بر اون و افرادی که خودشون تو هیئت مدیره هستن طبیعیست که احساس میکنن که مثلا انتقادات به طور مستقیم از اوناست، یه حالت دفاعی میگیرن، یعنی طبعا میخوان از موقعیت خودشون دفاع کنن. خیلی خیلی سخته که آدم ها واقعا تو اون وضعیت، تو اون وسط، اون به اصطلاح ماجرا بیان یه دفعه نگاهی به درون بکنن و بپذیرن که مثلا یک مسیر اشتباهی رفته. من امیدوارم جامعه بزرگتر اینا رو نگاه کنه، یعنی کسایی که درگیر به طور مشخص نیستن، به طور
مستقیم نیستن، یکم بیرونتر، حتی نزدیکن به اون افراد، ولی یکم بیرونتر نگاه کنن ببینن که واقعا آیا این نهاد به این شکل اون ایدئالیست که ما دنبالش بودیم. و اگر ها البته میگه که خب ما داریم کار خوب انجام میدیم، کمک کنید، میدونید چرا این ندای کمک کنید بیاید بپیوندید پاسخ نمیگیره به شکل که باید و شاید. به این سوال فکر کنن، اگر به نظرم برسن به اون نقطه که نهایتا همش بر میگره به اینکه ما نتونستیم یک نهاد غیر پارتیزان به معنای واقعی داشته باشیم، اون موقع ممکنه در یک آینده، من امید ندارم، من اعلام کردم بار قبل دوباره هم میگم، من احساس میکنم جامعه ما پختگی این که بتونه یک نهاد غیر پارتیزان رو در شرایط فعلی داشته باشه نداره. به نوعی آینده این نهاد گره خورده به آینده جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی مگر اینکه یک اتفاق بیفته از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، آره بعد ما هم مثل کشور دیگه میتونیم شاید این نهاد داشته باشیم، ولی برای اینکه با وجود جمهوری اسلامی توی کانادا ما بتونیم یه نهادی داشته باشیم به این شکل، یک پختگی میخواد، یک درایتی میخواد که متاسفانه کامیونیتی نتونسته نشون بده. و برای همینه که میدونید توی موقعیتی هستیم که هستیم، مگر اینکه حالا میگم افراد کم کم به این نتیجه برسن و یک موجی از افراد باشه که در واقع تلاش کنه یک آینده دیگه بسه. من اینو رو خیلی دور از ذهن میبینم. خیلی ممنونم از فرصتی که دادید. مرسی، منم از شما تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید و من هم امیدوارم که همه دوستان، همه افرادی که درگیر هستن به نوعی از اون فضای دفاعی بیان بیرون و سعی کنن به مواردی که مطرح میشه فکر کنن و کمتر در جایگاه این که از موقعیت خودشون دفاع کنن یا از شرایط دفاع کنن بحث کنیم، گفتگو کنیم. حداقل این جامعه که نتونست یه نهادی داشته باشه که در واقع صدای این نهاد باشه به نظر من، ولی حداقل شاید از این گفتگوها یک درسی بگیره این جامعه برای آینده، برای نهادهای دیگه که پیش میاد. امیدوارم.